سرخط خبرها. احتمال امضای قرارداد صلح میان آمریکا و طالبان تا چند روز دیگر. تأکید حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور بر بتوقیف افتادن انتخابات ریاست جمهوری تا زمان مشخص شدن سرنوشت پروسه صلح کشور. کشته و زخمی شدن بیش از 1000 غیر نظامی در جریان ماه گذشته میلادی در افغانستان. و واکنش ایران بعد تحریم شدن جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا. با تقدیم سلام و وقتتان بخیر و بسته خبرین ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز پنجشنبه دهم ماه اسد سال 1398 خورشیدی است که برابر می شود با اول ماه آگوست سال 2019 میلادی. مشروع خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر ابراز امیدواری می کند که توافقنامه ختم جنگ در افغانستان میان آمریکا و گروه طالبان هفته آینده به امضا برسد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر امروز به رسانه ها گفت که گفتگوهای صلح به مرحله نهایی رسیده است. این در حال است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان روز گذشته از احتمال امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان خبر داد. آقای خلیزاد گفت که برای نهایی کردن توافق صلح با گروه طالبان رهسپار دوحه قطر شده است. در همین حال یک منبع نزدیک به گروه طالبان نیز در صحبت با رسانه ها تایید کرده که احتمال قوی وجود دارد که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان تا 3 روز دیگر امضا شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری تا زمان مشخص شدن سرنوشت پروسه صلح کشور تاکید می‌ورزد. آقای کرزی امروز در نشست خبری در کابل افزود که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اختیار افغان‌ها نیست، بلکه آشکارا در اختیار بیرونی‌ها و ویژه آمریکا است. از سوی هم هرچند آقای کرزی از تلاش ها برای رسیدن به صلح افغانستان استقبال کرد، اما گفت که تا اکنون این روند به هیچ عنوان افغانی نبوده است. با گفته او اگر روند صلح بین الافغانی نشود، در آن صورت با طالبان صلح می شود، اما داعش به جنگ ادامه خواهد داد و این روند در واقع روند صلح نیست، بلکه به معنای تغییر دادن مرحله جنگ خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور بر به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری تا زمان مشخص شدن سرنوشت پروسه صلح کشور تأکید می‌ورزد. آقای کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که برگزاری انتخابات به خیر مردم افغانستان نیست، زیرا به گفته او مردم افغانستان اختیار این انتخابات را ندارند. به گفته او باید به صلح اولویت داده شود و تلاش شود که گفتگوهای صلح به نتیجه برسد. پس از آن به شمول طالبان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. روزی که صلح آمد و ما بین خود چشتیم، جرگه مردم افغانستان شد، قانون اساسی را تعدیل کردیم و یا به همین شکلش نگاه کردیم و فیصله بر انتخابات کردیم، اونجا باز انتخابات از ما نباشه. آرزویم ایست که همه گی سالای صلح برن. از سوی هم حامد کرزی هرچند از تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در افغانستان استقبال می‌کند، اما خاطر نشان می‌سازد که تا اکنون این روند به هیچ وجه افغانی نبوده است. به گفته او اگر روند صلح بین الافغانی نشود، در آن صورت با طالبان صلح می‌شود، اما داعش به جنگ ادامه خواهد داد و این روند در واقع روند صلح نیست، بلکه به معنی تغییر دادن مرحله جنگ خواهد بود.
پروسه صلح حقیقتا افغانی شد و تا حال نیست. این پروسه تا حال به هیچ عنوان افغانی نیست و کوشش برای است که این پروسه در اختیار امریکا و پاکستان باقی بماند. در اختیار امریکا و پاکستان ماندن این پروسه به معنای ضرر منفعت ماست، به معنای نآمدن صلح به افغانستان است. رئیس جمهور پیشین کشور همچنان بر نقش داشتن کشورهای منطقه مانند چین، روسیه، ایران و هند در روند صلح افغانستان تاکید ورزید و از طالبان نیز خواست که اگر می‌خواهند با گفته او اشغال افغانستان پایان یابد باید آتش بس کنند، زیرا هر لحظه تأخیر در آتش بس به نفع خارجی ها و به ضرر مردم کشور میباشد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد سفرش به کابل را پردستاورد خوانده و عازم قطر شده است و این احتمال وجود دارد که قرارداد صلح میان آمریکا با طالبان در این مرحله به امضا برسد. پس از آن مذاکرات بین الافغانی بین جناح‌های سیاسی و طالبان در یک پایتخت اروپایی برگزار خواهد شد. در نتیجه درگیری های مسلحانه در جریان یک ماه گذشته در کشور بیش از 1000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان با بیان این مطلب در گزارش گفته است که در ماه گذشته میلادی 316 غیر نظامی افغان در جریان جنگ های مسلحانه در افغانستان کشته و 759 تن دیگر زخم برداشته است. این گروه امروز اعلام کرد که در ماه جولای 24 ولایت افغانستان شاهد تلفات غیر نظامیان بوده که بیشترین این تلفات در ولایت قندهار، کابل، غزنی و فاریاب به میان آمده است. رئیس این گروه گفت که جولای خونین ترین ماه در 3 سال گذشته در افغانستان بوده است. او افزود که در بخش اول حملات انتحاری ماین های کنار جاده، مرمی یا هاون و در بخش دوم حملات هوایی از سوی حکومت و عملیات شبانه سبب تلفات غیر نظامیان شده است. این در حال است که دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما نیز به تاریخ 8 اسد با نشر گزارش 6 ماه خود گفت که از آغاز سال روان میلادی تا ختم جون 1366 غیر نظامی در منازعات مسلحانه کشته و 2446 تن دیگر زخم برداشتند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که استخبارات آمریکا معلومات را در مورد مرگ حمزه بن لادن فرزند اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده به دست آورد. از شبکه تلویزیونی NBC بدون ذکر نام به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد که خبر درگذشته حمزه بن لادن را تایید کردند، اما دلیل مرگ و محل آن تا اکنون روشن نمی‌باشد. با اینکه خبرنگاران در این رابطه دیروز از رئیس جمهور دونالد ترامپ پرسیدن، اما او گفت که در این مورد تبصره نمی کند. ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه سال جاری میلادی جایزه به ارزش $1,000,000 را برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه تعیین کردند و گفتند که حمزه در حال مبدل شدن به یک رهبر در شبکه القاعده است. حدود 90% خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات در روند انتخابات رنج می‌برند. نیا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با بیان این مطلب می‌گوید که انوس هم عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از چالش‌های جدی بوده و ادامه این روند در جریان انتخابات ریاست جمهوری نگران کننده است. از سوی هم سخنگوی کمیسیون انتخابات ضمن متهم کردن اکثریت نهادهای امنیتی، نهادهای حکومتی به ندادن اطلاعات به خبرنگاران تعهد میکند که این کمیسیون در جریان انتخابات ریاست جمهوری در زمینه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات حد اکثر تلاشش را به خرج خواهد داد. نه یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نتایج یک نظرسنجیش در مورد چالش ها و راحل های اطلاع رسانی از روند انتخابات را امروز سه یک نشست مشترک خبری با کمیسیون مستقل انتخابات با رسانه ها شریک ساخت. در این نظرسنجی که با 300 خبرنگار مصاحبه شده است، حدود 90% این خبرنگاران گفتند که از چالش عدم دسترسی به اطلاعات در روند انتخابات رنج میبرند. 90% گفتند که چالش بزرگی که
در روند انتخابات، در فرایند انتخابات بهش مواجه هستن، چالش دسترسی به اطلاعات است. اصلا دسترسی به اطلاعات 90% ندارن. همزمان تعدادی که مشکل دسترسی به اطلاعات را به عنوان یک مشکل عمده میشمرد، در مورد امنیت هم نظر داده. 86% خبرنگارای ما میگن که مشکل انتخابات یا گزارشی انتخاباتی مشکل امنیتی است برشون. در این نشست ذبیح الله صادا، سخنگوی کمیسیون انتخابات، نیز اکثر نهادهای حکومتی را در زمینه ارائه اطلاعات به خبرنگاران به کمکاری و سهلنگاری متهم کرد. وی همچنان بر تعهد این کمیسیون برای عرضه اطلاعات دقیق از جریان پروسه انتخابات به خبرنگاران تاکید می‌ورزد. ما کوشش دی که وترسو تاسو محترمینو ته د دې زمينه برابر کړو چې تاسو همیشه معلومات ته لاسرسی ولرئ. په اوس کې هم په همدغه ناچیز امکانات باندې مونږ هغه دوستان چې کمیسیون ته راځي هغوی پوهیږي چې څه چې مونږ په لاس کې لرو هغه مونږ تاسو ته هغه زمینه برابره کړې ده. در این نظرسنجی همچنان 86% خبرنگاران مشکلات امنیتی را نیز چالش جدی فرارای اطلاع رسانی و خصوص در دوران انتخابات خواندند. رئیس نی در این نشست از ظلمه خلیلزاد میخواهد که در تفاهم نامه صلح با طالبان آزادی بیان و اطلاع رسانی را در نظر بگیرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار می‌دهد در صورت انجام تقلب انتخاباتی و تطبیق نکردن لایحه‌های این کمیسیون با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. رهبری این کمیسیون در نشست خبری در کابل با انتقاد از استفاده از امکانات دولتی از سوی برخی نامزدان در کارزارهای انتخاباتی گفت که بعد دو تیم انتخاباتی اخطاریه‌های در این زمینه صادر شده است. از سوی هم مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید هیچ یک از کاندیدان تکت‌های انتخاباتی نمیتواند در زمان کمپاین‌های انتخاباتی خود القاب صدراعظم و یا معاون سوم را به فرد دیگر بدهند. کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز تا یک نشست خبری بار دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست که لایحه‌های این کمیسیون را مراعات کنند. این کمیسیون به کارگیری وسایل و امکانات دولتی را در کارزارهای انتخابات مغایر با قانون خوانده تأکید کرد که هیچ یک از کارمندان و مقامات دولتی حق استفاده از امکانات دولتی را ندارند. در ضمن هیچ یک از کاندیدان محترم و تیکت‌های انتخاباتی در زمان کمپاین انتخاباتی خود نمیتوانند از القاب و عناوین مانند صدر اعظم، معاون سوم و که مخالف قانون اساسی باشند استفاده نمایند. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان می افزاید که به تیم‌های انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به دلیل آنچه که استفاده از امکانات دولتی در راستای مبارزات انتخاباتیشان خوانده اخطار داده است. این در حالی است که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به ریاست دکتر عبدالله عبدالله می گوید که هنوز به صورت رسمی هیچ اخطاریه به آنها نرسیده است. با گفته مسئولان این تیم انتخاباتی، این تیم نه تنها از امکانات و منابع دولتی استفاده نکرده بلکه در این خصوص خود شکایت را ثبت کرده است. از سوی هم کمیسیون شکایت انتخاباتی هشدار می‌دهد که مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات هیچ کاندیدای ریاست جمهوری حق ندارد که فرد را به عنوان صدر اعظم و یا معاون سوم در تیکت خویش اعلام نمایند. در بحث‌های تخلفات انتخاباتی یا توصیه یا اختیاریه یا جریمه نقدیه یا دستور اقدامات اصلاحی است. کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال در برابر استفاده از امکانات دولتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری انتقاد میکند که چند قبل شورای نامزدان به دلیل استفاده از امکانات دولتی از سوی تیم حکومت روند کارزارهای انتخاباتی را تحریم کردند. ادامه رویدادهای داخلی آلا هم گزارش از نرخ ارز و آب و هوا. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 35 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، یک یورو 86 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 75 پول،
1000 روپای هندی 1145 افغانی و 1000 روپای پاکستانی 498 افغانی. در خارج از کشور، کوریای شمالی میگوید سامانه جدید راکت انداز هدایت شونده این کشور را با موفقیت آزمایش کرده است. کوریای شمالی گفته است که سامانه جدید راکت انداز هدایت شونده و قابلیت های نظامی این کشور می افزاید و توانایی هدف قرار دادن کوریای جنوبی را دارد. رسانه های کوریای شمالی گفتند که کیم جینگ هون رهبر کوریای شمالی شخصا در این آزمایش جدید حضور داشته است. روز چهارشنبه کوریای جنوبی گفت که کوریای شمالی دو موشک بالیستیک کوتاه برج را در ساحل شرقی پرتاب کرده است. از زمان دیدار کیم جینگ هون و دونالد ترامپ در ماه فوریه در هانوی ویتنام، کوریای شمالی سه سیستم دفاعی جدید را آزمایش کرده است. ایالات متحده آمریکا جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم ها شامل ساخت. وزارت امور خزانه داری آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه گفته است که محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست های بیباکانه رهبری ایران را اجرا می کند و سخنگوی اصلی رژیم ایران در جهان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم های آمریکا در توییترش نوشت چون سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان از آمریکا او را تحریم کرده، اما او افزود که این تحریم ها هیچ اثر روی او و خانواده‌اش نخواهد گذاشت، زیرا با گفته ظریف او هیچ دارایی با منافعی در خارج از ایران ندارد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم ضمن بچگانه خواندن تحریم آمریکا علیه محمد جواد ظریف واشنگتن را به ترس از مصاحبه های وزیر خارجه ایران متهم کرد. در حمله حوثی ها به یک رژه نظامی در عدن پایتخت یمن دست کم 32 تن کشته شدند. به گزارش رویترز حوثی ها اعلام کردند که با موشک و پهپاد به این رژه نظامی حمله کردند. هنوز مقام های یمن یا ائتلاف عربی و رهبری عربستان سعودی واکنش به این خبر نشان ندادند. رویترز به نقل از یک منبع نظامی بدون ذکر نام نوشت که یک فرمانده هم در میان کشته شدگان است. المسیر تلویزیون متعلق به اوسی ها گفته که این گروه با یک موشک میان برد و یک پهپاد مسلح به این رژه حمله کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از نیروهای نظامی آن کشور خواست در قسمت آتش نشانی جنگلات در سایبریای روسیه یاری رساند. اداره امور جنگلات روسیه میگوید که بخش وسیع جنگلات سایبریا به دلیل ارتقای درجه حرارت هوا به بیش از 30 درجه سانتیگراد طوفان و صاعقه از مدت چند روز بدین سو دستخوش آتش سوزی شدید شدند. دود شدید ناشی از آتش سوزی پروازهای مسافربری و چندین شهر سایبریا، مناطق آلتایی و چندین منطقه دیگر را مختل ساخته است. در حال حاضر حدود 2700 کارمند ایتفایه برای خاموش ساختن آتش سوزی جنگل ها در سایبریا تلاش می کنند. بیننده های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از این که در این بسته خبری با نگاه بودید. بقیه وقتتان خوب. خدا نگهدار.